بعد از این که نماز فرض شد در شب معراج، قبلا پیامبر ما نماز شب و صبح با شیوه ابراهیم خلیل ادا می کرد، شیوه خاصی، طریقه خاصی داشت. بعد از فرضیت نماز 18 ماه پیامبر ما بدون جای مخصوص، بدون جای خاصی نماز احتمام می کرد. بعد از 18 ماه که هجرت از مکه به مدینه صورت گرفت، قبله همان بیت المقدس بود. با رسیدن به مدینه منوره در مدت 12 روز، اولین و مقدماتی ترین کاری که انجام داد مسجد قبا را نبی معظم اسلام تهداب گذاری نمود و دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، نصف روز، کمتر از نصف روز آنجا ماند. روز جمعه که حرکت کرد به طرف جای مسجد نبوی می رفت، در جوافا که فعلا جای به نام مسجد الجمعه ساخته شده است، آنجا جمعه را ادا کرد. پیشتر از دیگر به جای مسجد نبوی رسید. هر صحابه از انصار آرزو داشت نبی معظم اسلام به خانه از او برود و پیامبر فرمود این ناقه، شتری که من سوار این هستم، این مامور است، جای خود ای میدانه. و در جای مسجد نبوی زانو زد و نشست. آنجا را پیامبری بزرگوار از دو تا یتیم بود خریداری کرد با پول شخصیش، نوی در 13 نو متر عرض، 13 متر طول، در کتب تاریخ مدلل و مستند ذکر است. پیش از نماز دیگر خودی نبی معظم اسلام صحابه ها با پاککاری و صاف نمودن اینجا آغاز کردند. این مسجدی است که در اسلام عزیز دومین تهداب و هسته ازی گذاشته می شود و در ادیان سماوی این سومین مسجدی هست که اساس ای به عنوان یک کانون فرهنگی سرنوشت ساز برای جامعه بشریت، مسجد الحرام، مسجد الاقصا، مسجد نبوی تهداب گذاری می شود. آغاز می شود از اینجا عبادت اجتماعی در یک فضای باز، مسجدی که پیامبر ما اساس گذاری نمود، جای مشوره هم بود، جای نماز هم بود، جای فیصله و قضاوت ها هم بود، جای حل منازعات و مشکلات ها هم بود. خلاصه در یک کلمه به قول امام نووی رحمه الله، دست مسلمان ها با گریبان مسجد دراز بود. مشکل می آمد، حل منازعات و اختلافات و مناقشات و داد و ستد جای اقتصاد هم بود، جای مشق و ترینینگ هم بود و در آنجا صفه از اصحاب صفه مدرسه هم بود که در اسلام عزیز بعد از بعثت محمد رسول الله این دومین مدرسه است. یکی مدرسه مخفی، یکی مدرسه آشکارا. مدرسه مخفی به نام دار ارقم ابن ابی ارقم، خانه ارقم، مخفیانه از بیم مشرکین و کفار و دشمنان اسلام آنجا پیامبر انتخاب کرده بود. مدرسه دومی که آغاز و یعنی آغازش آشکارا و برملا بر انسانیت بود، صفه اصحاب صفه بود. اینجا اصحابی بودند که در شکم خود سنگ بسته کرده دین با امانت داری بری من و شما رسانده، با یک دنیای زحمت و مهنت و تکالیف و مشقات دین بری من و شما اینها رساندن. به هر حال
آنچه که لازم به تذکر هست در لابلای این آیات الله منان می فرماید که جز این نیست که آباد می سازد خانه الله را کسانانی که ایمان دارند به الله و به روز آخرت برپا می دارند نماز را می دهند زکات را. چهار صفت. صفت پنجم خیلی مهم، ولم یخش الا الله، جز الله از کسی نمی ترسن، بیم ندارن، خوف ندارن. ببینین این ولم یخش الا الله ارتباط میگیره بر عمران مساجد، در راستای آبادانی مساجد از کسی بیم ندارند. دوم الله میفرماید و ان المساجد لله، مساجد خانه های الله هستند. با الله ذوالجلال هیچ کس حق نداره که با الله کسی را شریک بسازه. اینجا فقط صدای توحید، اینجا فقط نغمه الهی، اینجا فقط شیوه محمد رسول الله انجام میشه، عملی میشه. این نشیب و فراز، این خم و جم، همه در چارچوبی چوکات تعلیمات محمد رسول الله انجام می آبد. پیامبر بزرگوار می فرمایند بهترین شهرها به نزد الله، بهترین بقعه زمین و جغرافیایی به نزد الله مساجد هست، بدترینش بازار هست. این بدتری به معنای از این نیست که ما آنجا نرویم، نه، آنجا انسانها عموما می باشند، افراد اصلاح و غیر اصلاح در آنجا هست، قسم خوری ها می باشه، سود و غبن و سلم ها می باشه. پس به این منظور پیامبر بزرگوار علیه السلام او ربط گفته هست، ورنه با در نفس الامر نیازی ماست که در لابلای گفتمان انشاءالله خدمت شما به عرض می رسه. در حدیث دیگری رسول معظم اسلام علیه السلام می فرمایند که شما شخصی را دیدین که با مسجد ارتباط داره، آمد و رفت داره با مسجد، شهادت بدین که مؤمن هست. این روایت در مسلم شریف هست. در روایت دیگر می آید شهادت بدید که این شخص جنتی هست، آمد و رفت با مسجد داره. حدیث دیگری پیامبر بزرگوار می فرماید هفت گروه روز قیامت در سایه عرش الله ذوالجلال هست، هفت طبقه، هفت قسم انسان ها. از آن جمله ذکر میکنه امام عادل و شاب نشأ فی عبادت الله و ذکران و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه و رجل تصدق بیمینه حتی لا تعلم ما ينفق ما تنفق یمینه لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يكيزو ورجل قلبه معلق بالمساجد. شخصي قلب يزو ارتباط بمسجد دارا، تعلق بمسجد دارا، نمازي پیشين ميخانا در فكر نمازي ديگر است، نماز دیگر را میخوانه در فکر شام، خفتن، نماز صبح، صبح خوان در انتظار پیشین که ما به مسجد رسانده خدا در آنجا این فریضه مقدسه انجام بدهم. من و شما ارزش مسجد از اینجا میدانیم که خانه الله است. دوم، وقتی که داخل میشی در مسجد جنب داخل شده نمیتوانه. یک. سوم، زمانی که پایت میگذاری در مسجد چی میخوانی؟ بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. مسجد یک دروازه داشته باشه، بازم ابواب رحمتك. تو از یک دروازه داخل شدی ولی در چندین دروازه های رحمت الله داخل شدی. تا مادامی که تو در مسجد هستی ملائکه های رحمت برای تو دعای مغفرت و بخشش میکنند، و زمانی که میبرای بازم یک دعای خاصی، پای چپتا پیش کرده پای راست داخل مسجد نهاده با پای چپت برا، اللهم اینی اسألک من فضلک،
بار الها مطالب فضلت هستم، با این عظمت و بزرگی مرا محروم نسازی. دوستای عزیز، آداب مساجد، حقوق مساجد، جایگاه مساجد در اسلام عزیز خیلی مهم هست. از جمله همی هست آدابش که با دعا، با وضو، با قلب پاک داخل این عبادتگاه شو. ارتباط با مساجد انسان در زندگیش، یکی در شهر هستی، در بازار، در کاروبار، در میدان تجارت و سیاست هستی، فقط تعلق و ارتباطت با خانه الله بر منوال و منهج شریعت اسلامی باید باشه. شما دیدین که در پارلمان مصر یک شخص بلند شد اذان داد، چقدر مردم سری از ردبت گفتن. برای هر کس که موقع سخنرانی داده می شد، یکی بالا شد گفت که الان اعلن نداء الذي کان النبی صلی الله تعالی علیه و سلم مأمورا بها، اسمعوا اذان محمد صلی الله تعالی علیه و سلم. الله اکبر، الله اکبر. وقتی که آغاز کرد کرده سرخ بالا شد، سر و صدا. چرا؟ یک کشوری که قدامت تاریخی اسلامی داره، آنجا صدای توحید، شعار اسلام، اعلان محمدی با شرایطش، با رعایت اوقاتش بلند می شود، مردم با این مخالفت میکنه. ولی در آنجا در وقت افتتاحش ساز و سرود و رقص پاکوبی هیچ کس مخالفت نمیکنه. میگه یک خوشی هست، یک خواست تبعیت هست، انسان ها را خوش میسازه. چرا؟ شیطان در آنجا مشارکت داره و انسان ها را خسته میسازه. چرا؟ در حدیث میاد شخصی که صدایش بلند است او باید اذان بده. حدیثی که در باب بلال میه، اگرچه متکلمان فیهی است، این حدیثی که براتان عرض میکنم در سندش کلام است، ضعیف است این روایت. حضرت بلال میگفت که اسحد و انا اشهد و شین سین میخواند. عجمی بود، حبشی بود، ولی با آن هم اذان میداد. گفتن که بلال چنین میخونه، گفت سین یزی نزد الله شین نوشته میشوه، اسحد یزی اشهد نوشته میشوه. تا جایی که صدای مؤذن میرسه شیطان فرار میکنه، و در جایی که ساز و سرود و رقص پاکوبیست چهار طرف یزو شیطان ایرا احاطه میکنه. این مجلس خوب، او مجلس خراب و نادرست. چرا؟ او شیطان میرانه، ای شیطان دعوت میده. دید ما آنقدر ضعیف است، آنقدر زیر تأثیر می آییم. به مرور ایام آهسته 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 می خواهند دشمنا این نحوه ها و این لهجه ها و این مسیر و این آزمون و گفتگوهای دینی را به آدرس ابتلای امتان محمد رسول الله کمرنگ بسازند. بله، من این را می پذیرم که دعوتگرها بعضی اصولات و مقررات، خطبا و سخنرانا مراعات نمی کنن، لیکن مقصر خودش است. ما حرف منطقی نمیگم، با لحجه احساساتی حرف میزنم، بیرون از چارچوبی چوکات آموزه های دینی حرف میزنم. من مقصر هستم، دین کنیست؟ اگر هستم من افراطی هستم، دین کنیست؟ اگر هستم من از مسیری همان خطابت واقعی، همان دعوتی که الله در کتابش ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه دستور داده هست، العیاذ بالله، ما شخصا از عدول کردم، آدابش مراعات نکردم، دین کنیست؟ ما با آدرسی چنین عمل کرد فردی شخصی ملایکی فکرش و علمش و اندیشش درست و مناسب نیست، بر بالای اسلام حمله بکنیم؟ این غیر عادلانه، غیر عاقلانه، غیر خردمندانه. فقط بیانگری اندیشه های سکولار پروری در بطن و فکر مستشرقین چیزی دیگری بیش نیست که بر ثقافت اسلامی حمله بکنی. خیلی جایی عیب هست،
خیلی جرمی نابخشودنی به آدرس دین هست. این ثقافت اسلامی در دانشگاه ها یک جوانی را که او جوان کلن از دین بی خبر است با الله آشنا می سازه، با دین آشنا می سازه، با محمد رسول الله آشنا می سازه. ایره ای جایی نیست که ما چنین حرفه ها را بزنیم. من انشالله گفتمانی خدمتی از یه حرفه ها دارم. دستور به نظافت، آداب مساجد چقدر دستور داده شده است. غسل جمعه که سنت است، نزد دسته علما واجب است، اجتماعش بیشتر است. صحابه ها که می آمدن چت بسیار پخش بود، لباس ها دبل بودن، غفص بودن و مدینه خیلی گرم بود. صحابه ها مزدوری می کردن و کار می کردن، حتی از بوی عرق دیگرها اذیت می شدن. گفت شما غسل بکنین، در روز جمعه غسل بکنین، عطر و خوشبو و روغن استعمال بکنین تا که دیگرایی که در پهلوی شماست آنها اذیت نشوه. یکم تا دوستای ما با جورب های بویگینش داخل مسجد میشوه، ایره مراعات نمیکنه. ممکن در جای پای تو کسی سجده بکنه، جبینی نیاز مانده سبحان ربی الاعلا میگه، بوی ازی به مشامش برسه، چه احساس میکنه؟ نظافت لباس جدید امر قطعی نیست، نداری لباس هایی تا بشو با او بشو بیا، خصوصا در موسم گرمی این نظافت کلن رعایت بکن، باعث اذیت دیگرها نشوه. مسجد نظافت چه باید مراعات بکنی. پیامبر بزرگوار علیه السلام به بنای مسجد دستور داد. سیده عایشه رضی الله عنها می فرمایند، پیامبر گرامی علیه السلام، حدیث ابو داود است، ما را به ساختار مسجد در خانه های من گفت جای نماز بسازین و او جای نمازتان عطر استعمال بکنین و او جای نمازتان پاک و شفاف نگاه بدارین. یکی در خانه خانم ها برای نمازشان جای مخصوص دارن، حتی شریعت آنها را امر داده هست که شما او را پاک نگاه بکنین. ممانعت خرید فروش در مسجد به همین هدف است. بدون نیاز ضرورت سر و صدا بلند نشود در مسجد که ارزش مسجد، اهمیت مسجد زیر سوال می رود. نقش تربیتی مساجد، مساجد چه نقش دارند در تربیت ما، چه رولی دارند در زندگی ما؟ دوستای عزیز، تأمین ارتباط انسان ها با الله، اولین کاری که مسجد میکنه ارتباط من و تو را با الله تأمین میکنه. ای جای امن است، حرم الله است و در اینجا تو حق نداری که کارهای خلاف شرعی صدای تا حتی بلند بکنی، خصوصا در وقت خطبه رسول معظم اسلام سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما را تهدید میکنه که صدای تا بلند نکو. ایمان و تقویت میشه در مسجد، ایمان قوی میشه وقتی که میای در اینجا، ارتباطت با الله تأمین شد، دستایت بلند کرده با یک دنیای امید و با یک قلب پر از خوف و خشیت، چی میگی؟ الله اکبر. ایمانت قوی میشه، ارتباط تا از مخلوق به خالق خود قائم کردی و استوار کردی. و دیگر تعمیق عقاید صحیح در مسجد بر عقاید انسان ها سرمایه گذاری می شود. متاسفانه ما پیشترم عرض کردم که در مساجد ما درس ها به آن طوری که شاید باید اجرا نمی شوند. در باب عقیده ما گفتگویی نداریم در آدرس مساجدمان، در باب اخلاق ها ما گفتگویی نداریم، درس های منظم، برنامه های صحیح، خطبای ما برنامه های منظمی که جوابگوی نیازمندی های بشریت در همه عرصه باشه ندارن. ابن رجب حنبلی رحمه الله کتاب نوشته کرده است، 12 ماه هر ماه 4 جمعه هر جمعه خطبه جدا، حسب تقاضای روز، حسب تقاضای زمان، حسب ضرورت و نیازمندی های انسان ها. ما در ماه رمضان سیرت بیان میکنیم، در موسم سیرت فضیلت رمضان بیان میکنیم، نامی از شعائر اسلام، نامی از سیاست های سکولار ها و مستشرقین، حمله های دشمن بر شعائر دینی ما و تربیت یهودیت و مسیحیت به بهانه های مختلف
از این پرده برداری و بیان حقایق نمیشه در مقابل ترویجی فرهنگ منکرات و فحشا همگی خاموش است. امر به معروف و نهی از منکر به باد فراموشی سپرده شده است. چهار فضایل بیان میکنیم، مردم امانتش ادا شد ولا مناسب خوب میکنه. پشت یمی گپای سیاسی یه حرفه ها جای سیاست اینجا نیست. هر کس حمله میکنه بدین، تعرض میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، مولیسی به ما هیچ کاری نداره، خدا خیرش بده ایره. ما فقط در امن و امان و سلامتی زندگی میکنیم. پیامبر ما چی میگوید؟ وقتی کتمان حق میکنی قیزه از آتش دوزخ بر زبان تو زده میشوه. یک، پیامبر ما میفرماید و کسایی که امر به معروف نهی از منکر نمیکنن الله به سه عذاب اینها را مبتلا میکنه. اول، بادشاه ظالم بر بالایشان مسلط میکنه. دوم، خیر و برکت از رزقشان الله بیرون میکنه. سوم، امنیت از اینها میگیره. سه تا نعمت بزرگ شان الله از انسان میگیره. از کی؟ از کسایی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن. این مسئولیت هست. در قبال این مسئولیت ایماندارانه باید اقدام بکنی، با مسئولیت ای را ادا بکنی. فقط تعادل، منفی افرادگرایی، منفی تفریدگرایی، تعادل باید حفظ شوه. حفظ تعادل چی هست؟ با حکمت و مدلل حرف بزن، بهترین شیوه تعادل هست. اگر کسی بر بالای تو اعتراض میکنه یه حرف زدی، این گفته محمد رسول الله بود. اعتراض میکنه تو این آیت خواندی، این فرمان الله بود. این سخن چرا گفتی؟ اجماع صحابه محمد رسول الله بود. این حرف چرا زدی؟ این فتوا و فیصله ائمه اربعه بود. از من نیست، گفته ای از آنها هست. ما خوشچینی خیرمندی از آنها هستیم که برای شما ایره عرض میکنیم. این چنین ملا پیش الله ذوالجلال گردنش بسته هست، مورد مؤاخذه سختی الله قرار میگیره. در مسجد تنها یک بخشی از امور مسجد نماز است. از نماز که مهمتر دروس مساجد هست، چرا که نماز در 24 ساعت پنج وقت می آید. تو پنج وقت مسجد می آی، درس مسجد خیلی مهم و اساسی هست. درس هم حسب تقاضای روز و نیازمندی های بشریت. اتونی که حرفه هایی که از فهم مردم بالاتر، حرفه هایی که نیازمندی به او نیست، ارتباط به او نیست، همیشه در یک موضوع حرف زدن، از باقی موضوعات مردم غافل گذاشتن، پیش الله مورد مؤاخذه قرار میگیری. مواعظ و پیامت هایی که در مسجد از نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم صورت گرفته است. فاطمه مخزومی، خانمی که سرقت میکنه، دزدی میکنه، نبی معظم علیه الصلاه و السلام این حد در مسجد برای مردم میدانانه، میفهمانه، در بالای منبر بالا میشوه، همه را جمع میکنه، میگه موضوع مهمی است، شما متوجه شین. شخصی که دزدی میکنه باید دستش قطع شوه. این خانم فاطمه از قبیله مخزوم دزدی کرده است، این را ببرین دست قطع بکنین. صحابه جلیل القدری را واسطه میکنن که حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه واسطه میشه. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید وقتی که واسطه رسول خدا یک جریمه سرش تعیین بکنین، یک حدی، یک قوم جنگجو بهادر مدافع از اسلام عزیز است، اگر حد بر بالای از این نافذ شوه شاید قوم با ما مخالفت میکنه بکند. حضرت عمر میگه مدیدم رگهای گردن پیامبر، انتفخ اوداجه، رگای گردن پیامبر بلند شدن، چیره مبارک سرخ شد، معایسته بر آمدم، توان تحمل خشم پیامبر ما نداشتم. خطاب کرد زید بن حارثه را، گفت که انما هلک من کان قبلهم، کسایی که پیش از شما هلاک شدن مثل شما واری بودن، حد الله را بر بالای مسکین و فقیر نافذ می کردن، از ثروتمند و سرمایه دار تسامح و چشم پوشی می کردن. قسم به الله اگر فاطمه دختر محمد رسول الله اعاذها الله من دزدی بکنه، حد بر بالایش نافذ می کنم.
ای ادبی است که وقتی گفته میشه محدثین میگوید این کلمه خوانده شود، الله فاطمه را پناه بده و نجات بده از این کار. اگر دختر ما این فاطمه مخزومی هست، دختر ما دزدی بکنه، حد بر بالای از این منافذ میکنم. این خیلی موضوع مهم هست، از گفتمان هایی که پیامبر ما، روش هایی که پیامبر ما صلی الله تعالی علیه و سلم در خطبات و در سخنرانی خود ارائه فرموده اند. مساجد کانون تشریح علوم دینی هست، کانون مرکز شرح علوم دینی است. علوم دینی به این آدرس باید به معنای واقعی شرح شود، خصوص برای افغان های ما. یک فقیری که در طول 7 روز یک بار به مسجد می آید و یک بارم برای 1 ساعت، او از سرفصل های دین باید آگاه شود. ای که ما وقت نداریم، نه وقت نیم، او موضوع دیگری است. باید که ما در طول 24 ساعت این نیازمندی های خود با آدرس نماز و معلومات دینی حل بسازیم. اگر مشکلی بود فقط در طول هفته از مواعظ جمعه باید ما مستفید شویم. نمبر 4، روش های پیامبر علیه السلام. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تنها در باب اخلاق پیامبر امام ما نیست، در باب عبادت، در باب اعتقادیات، در باب اخلاقیات، در باب معاملات، در باب معاشره، در باب سیاست، در باب اقتصاد، در همه عرصه های زندگی محمد رسول الله امام ماست. شیوه تدریس و وعظ و نصیحت قرآن بیان میکنه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. در هیچ شک نیست که قرآن کریم با شیوه های زیبا من و شما را دستور می دهد، با رعایت آن اصولی که همه پهلوهای زندگی من و شما را بیمه می کنه. در افغانستان عزیز ما 101,20,000 مسجد تقریبا مسجد جامع هست، 101,20,000 مسجد جامع، و از آن جمله تقریبا 240,000 ملا و خادم و مؤذن مصروف خدمت هست، 240,000، و از این جمله 4,000 یزی از حکومت معاش میگیره، 4,000 یزی. و در میانی از اینها علمایی که با حقایق میفهمن و میدانن و مردم آگاه میسازن 27% یزی است. در 120,000 27% یزی یک آگاهی عام، یک معلومات خوبی داره که مردم از مشکلات بیرون بکنه. باقی ازی بر سلیقه ها انتخاب شده هست، باقی ازی بر تفاهمات انتخاب شده هست، باقی ازی بر مصلحت ها انتخاب شده هست که نه آنها معلوماتی دینی دارن، نه ادای مسئولیت دینی به معنای واقعی آنها ادا می کنن. روی این مصلحت ها مصروف هستند، معاششان از مردم می گیرن، امرار معاش می کنن، زندگی خود پیش می برن. فلسفه مساجد در اسلام عزیز این گونه توصیف شده هست، مسجد به منزله آن کوره هست که برای ذوب کردن جانها، برای ذوب کردن برداشتها، برای ذوب کردن اندیشه ها، برای تعدیل رعایت شهوت ها و برای تعدیل رعایت حقوق مدنی و برای تصفیه درون و تسکیه باطنی انسان ها ای ساخته شده است. انسان به آنجا فرا خوانده می شود تا از این مشکلات بیرون براید، شهوت غلط استعمال نشوه، معامله به سوی نادرست نروه، معاشره را خراب کرده نشوه. حق همسایه چیست؟ حق پدر چیست؟ تربیه یک جوان در چارچوب کدام چوکات به انجام برسه؟ امر به معروف به کدام منهج ادا شوه؟ نهی از منکر به کدام شیوه ها و گفتمان ها رعایت شود؟ مساجد به این منظور ساخته شده اند. پرده های کبر و نخوت و غرور و تکبر به آدرس مساجد برداشته می شود و دریده می شود و از بین برده می شود. خودپرستی و نفس پرستی و شهوت پرستی همه از اینها تحت شعای تربیه مساجد قرار می گیرند. ارزش مساجد در اسلام عزیز
به پنج قسم شیوه ارزش داره. اول بعد روحی و روانی. در قلب انسان یک روح روانی که الله متعال آفریده هست، او احساس سلامت میکنه، او احساس راحت میکنه. اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان فاشهدوا له بالجنه. وقتی به مسجد ارتباط داره، شما شهادتی نمازی بودن و ایمان داشتن و جنتی بودن یزیره بدهید. مؤذنی که در مسجد اذان میدهد یک متر کمتر، یک گز شرعی گردنش روز قیامت در میان خلایق بلند هست، یک گز شرعی. ولی آداب اذان بفهمه، مسائل اذان بدانه. اتنی که ارسی ایره فقط بوکینگ بکو، والا غلط اذان میدیم، کان نداره، حل نمیشه، رای حل نداره. ای همگی اهل او مسجد گناهگار هستند پیش الله. وقتی غلط اذان میده، اذان میراث نیست، اجرت گرفتن بر اذان کاملا ناروا و نادرست است. هر کس که اذان مطابق سنت میدهد، حقی از او هست که باید اذان بدهد. بعد روحی و روانی، بعد آموزشی. پیامبر بزرگوار علیه السلام حلقه تعلیم در مسجد قائم کرده بود. دومین مدرسه در اسلام صفحه اصحاب کهف است که در آنجا صحابه ها را تعلیم میداد، صحابه ها را تربیت میکرد. پیامبر بزرگوار علیه السلام آنها را از اینجا تشکیل میکرد، از اینجا اینها را به عنوان یک دعوتگر، به عنوان یک عالم، به عنوان یک دانشمند. اولین و نخستین سفیر اسلام عزیز مصعب ابن عمیر هست. به هدف بیشتر دانستن اسلام و معلومات دینیش و بیشتر حفظ قرآن کریم محمد رسول الله ایرا توظیف میکنه، ایرا استخدام میکنه، ایرا میفرسته. و این رفته در مدینه منوره حسب دعای پیامبر، هیچ خانه باقی نماند مگر این دین به آن خانه ها رساند و مردم آگاه ساخت. بعد اخلاقی، مسجد بعد اخلاقی داره. اینجا میای تربیه اخلاقی میشی، صدایت بلند نمیشه در مسجد، ایسوس چیخ و فریاد نمیزنی. پیامبر بزرگوار علیه السلام اصحاب قسم تربیت کرده بود. یک روز اتفاقا به نماز عشا ناوقت برآمد، شب سه حصه شده بود، دو حصه شب گذشته بود، یک حصهش باقی بود. ابو هریره میگه قسم به الله صحابه ها را میدیدم سرا پایان بود، ذکر میکردن در انتظار آمدنی محمد رسول الله. اگر پرنده بر بالای سر اینها مینشد، احساس نمیکرد که اینها حرکت دارند. ای بعد اخلاقی مسجد هست. و پیامبر گرامی میفرماید مؤمن در مسجد به مثابه ماهی در دریاست، منافق در مسجد به مثابه پرنده در قفس هست. کوشش بکن که خدا در دو سه و چار پنج دقیقه از مسجد بیرون بکن، دلش تنگ میشه، میلش به طرف دنیا، به طرف هوا و هوس و خواهشات است. اینجا آمدی تو دو پانزده دقیقه در حضور کی استادستی؟ در حضور الله. پس متوجه باش که با متانت، با ادب، با وقار در مسجد باش. بعد انسانی، جای فیصله، جای قضاوت، جای حل منازعات، جای که دست مسلمان همیشه به گریبان مسجد هست برای حل مشکلاتش. مناسب جنازه را بخوان، مناسب نکار را بخوان، مناسب این موضوع را فیصله بکن، مناسب این مشکل را حل بکن، این مشکل انفرادی، این مشکل اجتماعی، این مشکل همسایگی، این مشکل داد و ستد، این را حل بکن. ما هم به مسجد نیاز کلی داریم و هم با عالم مسجد نیاز کلی داریم. البته در صورتی که توان حل منازعات ما را به آدرس دین داشته باشه. مصلحت ها به جای خود، قضاوت ها باید بر آدرس دین صورت بگیره. اصحاب کهف زمانی که پت میشن بالای غاری از اینها، مسجد بنا میشود. چرا بنا میشود مسجد؟ چرا در آنجا یک دارالوکاله ایجاد نشد؟ چرا در آنجا یک موزیم ایجاد نکردند؟ چرا در آنجا یکان پارک و هتل ایجاد نشد؟ مسجد ایجاد می شود، زیرا مخالفت اصحاب کف با نظام دقیانوسی ارتباطات تنگاتنگ اعتقادی داشت. وزیرزاده ها بودن، فرزندان وکلا بودن،
و آنها گفتند که نه، ما در مقابل الله معبود دیگری را هرگز ما عبادت نمیکنیم، پرستش نمیکردیم. اگر چنین کار بکنیم پیش الله گردن ما بسته می شود. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. کسایی که حرفشان شنیده می شد آنها آنجا مسجد ساختند. الله در باب تربیه امت به عنوان مربی محمد رسول الله را صفت چنین بیان میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این وظیفه محمد رسول الله با آدرس مساجد است که ما را آگاه و بیدار میسازه، هم در بعد تربیه تربیه روحی، هم در ابعاد تربیه جسمی. آنچه خدمت شما میخوام عرض بکنم بسیار موجز مختصر این است. در قرن 21 دو چیز رنگش بیشتر شد، یا دو موضوع پر رنگ شد. اول مخالفت با دین و اهل دین خیلی پر رنگ شد. دوم مخالفت ها با ارزش های جهاد و با اثرات جهاد و با پهلوهای روند تربیت جهاد. این دو موضوع در نفس الامر یک موضوع هست، ولی دشمنا ایرا علنی و آشکارا مخالفت چون اظهار نکردند. با آدرس گزینه اول مخالفت های از اینها خیلی آشکارا شده است. اصلا مخالفت از دو قشر است، از یهودیت و مسیحیت. اما ترجمان مکتب این فکر در عصر فعلی دو گروه هست، سکولارها و مستشرقین. کار سکولارها سی چیز است، خصوصا برای جوانها عرض میکنم خب دقیق متوجه باشین. از آغاز دوباره خدمت شما یک موضوع را میخوام عرض بکنم. با آدرس دین خدمت از سه منبع صورت میگرفت، از خانقاها، از مساجد، از مدارس. هر سه از این دست خورده. در خانقاها جز نفس پروری، جز جایداد سازی، جز شکم کلان کردن، جز مردم گمراه کردن و جاهل ساختن چیزی دیگری نمانده. و خدمت بزرگی در اسلام عزیز اینها انجام دادن. پرسانش میکنی کلمه ایش نمیدانه، او تر اسلامی که در خانقا نشست است هیچ کلمه ایش نمیفهمه، از دین آگاهی و خبر نداره. با آدرسی مدارس، با آدرسی مدارس دسته های بیگانه ها داخل شد در مدرسه. وقتی که فرزنده ها تربیه می شوند قسمی باید تربیه شوند که اول تعارف ارتباط چونه با الله درست و صحیح قایم بکنند، بعد از او ارتباط چونه با اساتیدشان، با فامیلینشان در چارچوبی چوکات دینی. مدارس ما تربیه اولاد ها در مدارس، علوم دینی در ردیف اول، علوم عصری در ردیف دوم. یک قاری قرآن باید انگلیسی بدانه، کمپیوتر بدانه، زبانها را بفهمه و از علوم عصری 100% آگاهی کامل داشته باشه. هاکذا یک عالم در قبال یزی. و به آدرس مساجد ملاها و سی گروه تقسیم شدن، سرکاری ها، درباری ها، ربانی ها. سرکاری ها کسانانی که زمامداری سیاسیون هستند، آنچه که سیاست مدارا میگویند اینها مرهونی همان سیاست مدارها هستند. بر بالای دین تخت تاز میکنه، آموزه های دینی را استخفاف میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه. با ثقافت اسلامی که مرکزی گویا ثقافت اسلامی یک موضوعی هست که دهشت افغان، دهشت گرد، افرادگرایی تربیت میکنه. این کاملا یک اعتراضی هست که بر روش زندگی محمد رسول الله در تکر و تضاد هست. در خانه ارقم ابن ابی ارقم محمد رسول الله آیا دهشت گردی تربیه میکرد؟ آیا افرادگرایی تربیه میکرد؟ در مدینه صفه ساخت بنامی صفه اصحاب کف. الله نصیب بگردونه، آنجا را میبینین چقدر جای زیبا، 150 تا 370 نفر اوسطا در آنجا
تربیه میشد. در شکمای خود سنگ بستنی کردن، برگ درخت و نان خشک میخوردن، ولی دین یاد میگرفتن و به دیگرها میرساندن. آیا این افرادگراییست؟ آیا این دهشت افغانی؟ آیا این انفجاری و انتحاری تربیه کردن است؟ این اعتراض برمیگرده به شیوه های تعلیم و تربیه محمد رسول الله. کسایی که اعتراض کردن پیش الله جل جلال گردن یزنها بسته است. این مسئولیت خیلی مسئولیت بزرگی هست. اینها باید از این مسئولیت خود عهده برا شده تجدید در حرفه های خود بکنن. ای که منصور هست یا خانمی به نام دیگری است، یا دیگر مستشیق، یا دیگر سکولار، یا دیگر فیلسوف، یا نابغه، یا ملای وسید، یا مفتی، یا قاضی، هر کس که کار میکنه. یک نکته را براتون عرض میکنم، دقیق باشین. این قضاوت قضاوت جاهلانه و غیر عادلانه هست. وقتی که قاضی به بوجی ها سود و رشوت میخوره، وقتی که تاجر به خروارها و به منها زر زیوری مردم به آدرس سود میخوره، وقتی که تفنگدار غصب میکنه به میلیون ها و میلیارد ها روپیه ای غصب میکنه، فساد اداری از یک پلیس شهروالی گرفته، از یک چوکیدار مکتب گرفته تا رئیس جمهور به انتهای خود رسیده هست. و بزرگترین جرم در جامعه اسلامی رشوت گرفتن و سود خوردن است. صدای کسی بلند نمیشه. چرا نمیشه؟ اینها شریک هستند در غصب، اینها شریک هستند در فساد اداری، شریک هستند در فساد اخلاقی، شریک هستند در فساد اعتقادی، اینها شریک هستند در جال خرافات و عنعنات و رسومات باطله. اینها پیچیدن، راهی خلاصی ندارن برای ازی که بادارا را خوش بکنن، یهودیت خوش بکنن، مسیحیت خوش بکنن، چوکی خدا اینها حفظ بکنن. ثقافت اسلامی دهشتگرد تربیه میکنه، مجبور هستن که این عنوان کالم سرمشق گفتگوی خود بداره. اینها اگر اعلان بکنن، اعلان مسیحی بودن خدا، یهودی بودن خدا اعلان بکنن، اهل مساجد و مدارس با اینها مباهله میکنه، آماده است که مباهله بکنه. ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهیل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. بعد از آن مباهله میکنیم، لعنت خدا بر دروغگو، کسایی که دروغ میگن. این خیلی یک موضوع مهم هست، این را نادیده نگیرین. این در قرن 21 پر رنگ شده است، هر روز رنگی جدا میگیره، هر روز رنگی جدا میگیره. کسی میه به مدرسه خواندن، کسی میه به مسجد برای درس خواندن. من مدت 7 سال در میان این مردم به عنوان امام هستم، از خرد تا بزرگ، از جوان تا غیر جوان، از خواهرها تا مردها، کدام سخنی دهشتگردی، کدام سخنی افرادگرایی ما زدیم. تقریبا 11 نفر کم 500 شاگرد جامعه رفت، بری فعلا 113 شاگرد ما داریم، از زبان یکی ازی شنیده شده باشه. ماه رمضان که شد، رئیس جمهور در عقب قاری نماز میخوانه، قاضی، مفتی، وکیل، وزیر، سفیر، همه در عقب یزی. خواهی که دهشتگرد باشه نماز تو درست نیست. یکی انسان ها را بدره، به عزتشان حمله بکنه، نماز تو در عقب از اینها درست نیست. پس دو پیام مختصر خدمت شما دارم. یکی آگاه شوین، بیدار شوین، علما را متقاعد بسازین. متقاعد به این معنا شما آنها را بشانین، امرایشان صحبت بکنین که حرفه های مدلل، منطقی، مستند با زمانت برای ما عرض بکن. بگو که سخنای تو کدام بود، کدام پهلو، کدام گفتگوی تو، منبت چی هست، از کجا گرفتی منبره این حرفه برای ما زدی. یک دومی که دوست و دشمن تفکیک بکنین، متأثر نشین. تأثیر پذیری فقط جز مکتب فکر محمد رسول الله، از هیچ مکتب فکر درست نیست. ما باید آگاه باشیم، بیدار باشیم، به این حقیقت ما پی ببریم که میگم الله متأثر از سیاست پاکستان و ایران هستند. ما که 17 سال در پاکستان خواندم، تدریس کردم، قسم به الله سری سوزن متأثر نیستم، خوشم نیستم، از او سیاست خاطره خوش ندارم. وقتی که آنجا خواندیم 10 سال نان خوردیم،
پس از ایران به هیچ وجه ما متأثر نیستیم. یک ملا ما هستم عرضم هنیست، دیگر علما باید مردم آگاه بسازن، بیدار بسازن. این سکولارها و مستشرقین آهسته آهسته میخواهند دین کمرنگ بکنن در نظر جوانها. فردا مرتکب یک جرم کشده جوان در آن صورت دست زیری علاش میمانی، رای حل دیگر نداره. الله منو شما را در همه عرصه های زندگی توفیق عمل نصیب کند.